سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور و صحت و سرحال باشید، شب و روزتان خوش بگذرد. دوستان عزیز، دعای ما را لایک و مشترک شوید. امروز میخواییم یک آشپزی کنیم که منتو برایتان آماده نماییم، ببینیم که تفاوت بین آشپزی مرد و زنان چقدر است. امروز روز خطی بود، گفتیم از این موقع استفاده کنیم. مواد لازمه ما که بر منتو کار میشه، ما خوب گوشت گاو گرفتیم، سرخی گوشت گاو است، 300 گرام است، به اندازه ضرورتی که شما هر چقدر که میگیرید، و پیاز و مرچش که است 500 گرام است، از او که باید زیادتر باشد. سیر تازه است، تخم گشنیز است، نمک است و مرچ سیاه است و نخود است. بالا سر از مندازی باز وقتی کامانه میشه دیگه. مساله هست، روب است و چک است، روغن هم میباشد. دوستان عزیز، خب دوستان عزیزی بود مواد لازمه ازی که بر شما تشریح کردیم، و حالا میریم به سراغ خمیر کردنش که خمیر ازی را در قدم اول آماده کنیم، بعدا دیگه چیزایش را بر شما تشریح میکنیم. با ما باشید. یک به اندازه 200 گرام آرد انداختیم، نمک هم بالاش علاوه کردیم. شما به اندازه ضرورت نر چخی که میکنیم و یک دو قاشق روغن هم داخل ازی مندازیم، بخاطر ازی که خمیر ازی هم نر ما هم جلا دار بیه. دو قاشق روغن خود هم دیگه مندازیم. و آب داخل ازی مندازیم. آره میریم به طرف سراغ خمیر خود. حال دوستان عزیز، میبینیم خمیر ما آماده شد. بعد از آماده شدن خمیر دوباره به خدمتتان میام. خب دوستان عزیز، خمیر ما آماده شد. خمیر ما نه بسیار نرم است نه بسیار سخت. حالا این پلاستیک میپوشانیم بالا سرش برای چند دقیقه تا دیگه مواد ما آماده شد و باز در خدمتتان قرار میگیریم به زودی. خب دوستان عزیز، ما روغن خود داخل پریفان انداختم به اندازه قدر ضرورت خود، و حالا میخواییم گوشت کفته را داخل ازی پرتم. این یک چند دقیقه برای یک ده دقیقه الا پانزده دقیقه یک چرخ بکنیم داخل ازی، یک کمک ایجه نرم شود و یک کمک هم برای داخل منتو و مواد خود هم داخل ازی من داده. میخواییم مواد خود داخل ازی علاوه کنیم پرتم. بعد از سپریشتن 15 دقیقه کوفته ما آماده شد، سرخ شد و نرم شد. یک اندازه دیگه شم تا داخل خود منتو نرم میشه. حالا میخواییم که مواد لواب سالند سرش جور کنیم براتون. روغن انداختیم داخل دیگ و نخاطم اندازیم. خب دوستان عزیز، حالا ما میخواییم که سالند بالا سر از منتو که انداخته میشه او رو آماده کنیم. روغن انداختیم داخل دیگه خود، حالا رب بندازیم. مرچ مصاله کنم داخلش مندازیم. نمک کنم مندازیم، با قدر ضرورت نمک کنم مندازیم. خب دوستان عزیز، دال نخود که ما بر سالندش من نظر گرفته بودیم انداختیم به داخل ازی، سیر شام انداختیم، نمک شام، همه مواد لازمه که داشت انداختیم. میره چرخ میتیم یک کمک نرم شد و خیلی اندازه آب داخل ازی اضافه میکنیم. تا آماده شدن ازی دیگه مواد شما لازم شما آماده میسازم، باز در خدمتتان میم دوباره. خب دوستان عزیز، از غالی زیر آماده میکنیم. کسایی که یاد ندارم آوره دست خود در کرد آرد بزنیم و ایره به شکل کلوله چیز کنیم که تا باید زغاله ده. خب دوستان عزیز، کفته ای که ما قبلا سرخ کرده بودم نرم شده بود، آماده است. این را میخواییم پیاز خام و امرای مرچ که بود این را بالا سر مندازیم و مکسش میکنیم. بعد از آماده شدن باز در خدمت.
خب دوستان عزیز، قالب آماده شد و این از داخل ماشین میکشیم، ماشین در درجه 5 میمانیم که نه بسیار نازک شد و نه هم بسیار دبل. این از ماشین کشیده میریم. خب دوستان عزیز، زغاله ما را از ماشین کشیدیم، آوار شد، نازک شد. حالا میخواییم میره ببریم به شکل چارکان چارکان چی توسط کارت این رو میگیریم به شکل چارکان میبریم. به این شکل بریده میریم. باز میم خدمت خمیر ما نازک شد، بریدیمش چارکن چارکن بریدیم. اشاله میخوایم که ایره پر کنیم، طریقه پر کردنش بر شما نشان بدیم. دوستان عزیز، ایره پر میکنیم. کفته و پیاز خام داشته میره میگیریم، از این کنج خمیر میگیریم، به این کنج ایره پیوست میکنیم و ایره میگیریم با این پیوست میکنیم. خوب مکم طرف شام میگیریم، پیوست میکنیم. چیزی که ما یاد دارم دوستان عزیز دیگه تو چیزی برفایی مام نیستم. اینه دوستان عزیز. خوب دوستان عزیز، منتوی ما آماده شد. بیخ توارم چرک کرده بودم، خود منتو رو میکمک چرک کردم. خمیرش بخاطر از اینکه نشست با و آب و مندیم در سر داش که جو شد در دیگش بازن میمانیم بالا سرش آماده شد. خوب دوستان عزیز، منتوی ما آماده شد کاملا. اینه مانده میره در سر منقل برای مدت 40 دقیقه الا 45 دقیقه آماده شود. دوباره میریم در خدمت. این بود منتوی ما که آماده کردیم بر شما. خدا کنه که مورد توجه و قبولتان قرار بگیرد. تا ویدئوهای بعدی تک تک شما را به خداوند یک تا ولایزال مسپارم. شب روزتان خوش. خدا حافظ.